خوش اومدید به بخش ویژه 60 دقیقه درباره 40 سالگی انقلاب در ایران در روز 14 بهمن ماه. در چنین روزی 40 سال پیش، یعنی 2 روز پس از ورود آیت الله خمینی به ایران، رابرت هایزر، ژنرال 4 ستاره آمریکایی، ایران را ترک کرد. او به دستور رئیس جمهوری وقت آمریکا جیمی کارتر به ایران اومده بود و سفرش محل اختلاف‌های زیادی بوده. یکی از بحث برانگیزترین شخصیت‌هایی که هواداران آیت الله خمینی معتقدند اومده بود تا علیه انقلاب کودتا کنه. هواداران نظام پهلوی در ایران از خیانت هایزر به شاه میگن، از تلاش‌هاش و دولت کارتر برای حمایت از انقلاب در ایران. حالا اسناد تازه از طبقه بندی خارج شده دولت آمریکا واقعیت رو در مورد این شخصیت روشن کرده. مأموریت هایزر واقعا چه بود؟ کامبیز فتاحی گزارش میده. ژنرال هایزر که فرستاده آمریکا بود که آمد ایران برای اینکه شاید بتوانه یه جوری نجات بده، از دست انقلاب رژیم رو نجات بده و حفظ بکنه، ژنرال آمریکایی دستور قتل عام هموطنان را به ارتش بود ایرانی میدهد و او عمل میکنه. Hello, I'm General Hayzer. آیت الله خامنه‌ای درباره این مرد صحبت میکند. ژنرال هایزر، فرستاده نظامی کارتر به ایران در آخرین روزهای حکومت پهلوی. مردی که بنابر تاریخ رسمی جمهوری اسلامی به ایران آمد که کودتا کند، ولی در برابر موج انقلاب شکست خورد و رفت. هواداران شاه هم سال هاست که ژنرال هایزر را به خونسا کردن برنامه کودتای ارتش متهم کردند. این که به عقیده آنها مأموریت 4 هفته‌ای هایزر فلج کردن ارتش و کمک به پیروزی آیت الله خمینی بوده. بعد از 40 سال ابهام و اتهام و روایت‌های متناقض، حالا گزارش‌های فوق سری ژنرال هایزر برای اولین بار از صندوقچه اسرار دولت آمریکا بیرون آمده. اسنادی که نشان می‌دهد فرستاده کارتر حداقل در 2 مقطع حساس انقلاب از کودتای احتمالی ارتش جلوگیری کرده. یکی در زمان خروج شاه از ایران و دیگری در آستانه بازگشت آیت الله خمینی به کشور. 2 سناریویی که فرماندهان ارتش شاهنشاهی به شدت با آن مخالف بودند. گزارش‌های ژنرال هایزر فقط به رؤیت عده کوچکی از دستیاران کارتر و شخص رئیس جمهوری آمریکا می‌رسیده. بنابر این اسناد ژنرال آمریکایی در تهران ساعت‌ها با سران ارتش ایران کلنجار میره تا فکر سرنگون کردن دولت بختیار رو از سرشون بیرون بیارن و از مخالفتشون با رفتن شاه از کشور دست بردارند. سرسخت‌ترین فرمانده ارتش بنابر اسناد هایزر سپهبد امیر حسین ربیعی فرمانده نیروی هوایی بوده که تا لحظه آخر در برابر برنامه سفر شاه مقاومت می‌کند. بنابر یک سند، هایزر فقط در 1 روز 10 ساعت با سپهبد ربیعی صحبت کرده تا قدری موضعش را نرم کند. 3 روز پیش از خروج شاه از کشور، وزیر دفاع آمریکا در پی صحبت تلفنی با هایزر به کارتر گزارش می‌دهد. هایزر 3 ساعت با ربیعی دیدار کرد. ربیعی دوباره خواهان کودتا شد و گفت ارتش باید بعد از رفتن شاه قدرت را در دست بگیرد، در غیر این صورت به سرعت فرو خواهد پاشید. هایزر محکم بر سر موضعش ایستاد که ارتش باید به بختیار فرصت تشکیل یک دولت مؤثر و برقراری نظم در کشور را بدهد. گزارش دیگر به کارتر 2 روز قبل از بازگشت آیت الله خمینی به ایران. هایزر معتقد است که اگر او در زمان خروج شاه از کشور در تهران نبود، احتمال داشت یک کودتای نظامی اتفاق بیفتد. آنها حتی ساعت تعیین شده برای کودتا را به او داده بودند. هایزر دستور داشت از کودتا جلوگیری کنه، اینکه ژنرال ها رو بعد از رفتن شاه کنترل کنه. هرچند یک استثناء وجود داشت، اینکه اگه به نظر می رسید حزب توده و کمونیست ها در آستانه قدرت گرفتن هستند، او باید عقب می ایستاد و میذاشت ژنرال ها دست به کودتا بزنند. اما توی دستورای هایزر چیزی درباره جلوگیری از به قدرت رسیدن اسلامگیرها نبود. واقعیت اینه که مقام‌های وقت دولت آمریکا از اسلام سیاسی و اینکه خمینی چه بود یا چه می‌خواست درکی نداشتند. هنوز شاه ایران را ترک نکرده بود که آمریکا سران ارتش را به مذاکره با اردوی آیت الله خمینی تشویق می‌کند. دیدار با محمد بهشتی و مهدی بازرگان که سفارت آمریکا در تهران با آنها در تماس بوده. ژنرال هایزر هم پشت صحنه سران ارتش را به حاضر شدن در پای میز مذاکره ترغیب می‌کرده. گزارش دیگر وزیر دفاع به کارتر در آستانه رفتن شاه. دیدار سران ارتش و رهبران دینی هنوز انجام نشده.
هایزر تلاش خواهد کرد که تدارکات دیدار را تسریع کند. من به هایزر درباره تلاش‌های خودمان از طریق دولت فرانسه و یکی از نزدیکان خمینی برای تشویق او به تسهیل چنین دیداری گفتم. چالش بزرگتر اما آماده کردن فرماندهان ارتش برای موافقت با بازگشت بدون خونریزی آیت الله خمینی به کشور بوده. اسناد حکایت از آن دارد که فرستادی رئیس جمهوری آمریکا برای جلوگیری از واکنش تند سران ارتش خط مشی تشویق نرم و محتاطانه را در پیش می‌گیرد. گزارش دیگر به کارتر در دوم بهمن 57. هایزر گفت که فعلا درباره مصالحه با خمینی و حمایت ما از آن یک خط مشی مستقیم را با فرماندهان ارتش در پیش نمی‌گیرد، بلکه می‌خواهد بازگشت خمینی به کشور را برای آنها حداقل به یک رخداد قابل تصور تبدیل کند. موضع او این خواهد بود که باید از اقدامات بختیار حمایت کنند. در نهایت این شاپور بختیار بود که تحت فشارهای داخلی شدید فرودگاه‌ها را باز کرد و آیت الله خمینی به ایران بازگشت، در حالی که بنابر اسناد آمریکا بنیانگذار جمهوری اسلامی وعده‌های محرمانه زیادی به دولت کارتر داده بود، اینکه در آینده شیرهای نفت را به روی غرب نخواهد بست، به منطقه انقلابی صادر نخواهد کرد و با آمریکا رابطه‌ای دوستانه خواهد داشت. ترسیم تصویری از یک حکومت اسلامی ضد کمونیست و متمایل به غرب که واشنگتن آن را به بروز جنگ داخلی یا یک کودتای خونین در ایران ترجیح می‌داد. کاری که هایزر در نهایت انجام داد این بود که ژنرال‌ها را خنثی کرد، اما این کار به طور غیر عمدی انجام شد. او واقعا نمیتونست درک کنه که چرا ژنرال‌ها اینقدر درباره برگشتن خمینی به کشور نگران بودن. اونا حقیقتا از جون خودشون میترسیدن، فکر میکردن که یک حمام خون به راه خواهد افتاد و افسران ارشد اول از همه کشته خواهند شد. روزی که فرماندهان ارتش اعلان بیطرفی کردند و انقلاب پیروز شد، فرستاده نظامی رئیس جمهوری آمریکا دیگر در ایران نبود. هایزر به قرارگاهش در آلمان بازگشته بود. بنابر اسناد موجود، از جمله آخرین توصیه‌های فرستاده کارتر به سپهبد ربیعی و سایر سران ارتش که در ایران ماندند و خیلی سریع محاکمه و اعدام شدند این بود: اگر مردم خواستند تهران را هم به آتش بکشند و نابود کنند، بگذارید این کار را انجام بدهند. کامبیز فتاحی، بی بی سی، واشنگتن. اروان ابراهامیان، مورخ تاریخ معاصر ایران، از آمریکا همراه ماست از نیویورک. خوش اومدید به برنامه آقای ابراهامیان. اگر نگاه در گزارش کامبیز اشاره شد به اینکه مأموریت هایزر چه بود، ولی واقعیت اینه که آیا سوالی که ایجاد میشه اینه که نسخه‌ای که جمهوری اسلامی گفت تا الان غلط از آب در اومد، اما آیا واقعا مأموریتش این بود که از ارتش ایران و از اینکه کودتا کنه جلوگیری کنه تنها، یا کارهای دیگه ای هم قرار بود بکنه؟ دستور عملی که توسط پرزیدنت کارتر به او داده شد وقتی که به ایران سفر کرد، دستور عملهای مبهمی بودند. بیشتر درباره این بود که تحقیق بکنه راجب وضعیت سر در بیاره، وضعیتی که در ایران وجود داشت. این توصیه هایی که سفیر آمریکا در اون زمان به آمریکا میداد درباره وضعیت ایران، همیشه با مخالفت برزنسکی، مشاور امنیت ملی کارتر در اون زمان مواجه میشد. برای هدف این بود که بشه اختلافات بین سفیر آمریکا و برزنسکی که مشاور امنیت ملی بود حل بکنن. اون چه که سولیوان داشت توصیه میکرد و الان که نگاه میکنیم کسی بود که تحلیل بهتری از اوضاع داشت، توصیه او این بود که آمریکا باید تشویق بکنه شاه رو که از کشور خارج بشه و با بازرگان وارد مذاکره بشه. سولیوان خودش این مذاکرات رو با بازرگان شروع کرده بود و به توافقی که با بازرگان رسیده بود این بود که وقتی شاه از کشور خارج میشه، حدود 50 تا از ژنرال ها از کشور خارج خواهند شد، ژنرال های ایرانی، و اون موقع بقیه ارتش از حکومت جدید حمایت میکرد. این کاملا با مخالفت زاهدی و همینطور برژنسکی، مشاور امنیت ملی کارتر، روبرو شد. کارتر هم اساسا واقعا نمیدونست بین این دوتا موضع چیکار بکنه، بنابراین به هایزر گفت که تو برو ببین وضع تهران چجوری هستش، و بخشی از مأموریت او هم همین بود که ببینه آیا کودتا واقعا ممکن هست یا ممکن نیست.
هدف مأموریت اون این بود که ببینه تا چه حد میشه توصیه های سولیوان رو اجرایی کرد یا نه. اساسا مأموریت هایزر این بود. خب با این حساب از یک جای هایزر بالاخره به پیشنهادهای سولیوان و نصیحتهای او انگار بیشتر گوش میده، به هر حال همین که جلوی کودتا رو میگیره. ارتش چقدر نقش داشت واقعا؟ گفته میشه جلسات بسیار طولانی هایزر با افراد مختلف در ارتش میگذاره. بله ببینید، هایزر خودش به عنوان یک افسر نظامی اگه از اون میپرسید که آیا ارتش میتونه دست به کودتا بزنه، مسلمه جوابش این بود که بله، برای اینکه افسران ارتش خب طبعا باید بتونن چنین کاری رو بکنن. بله او از شرطی بپرسین به طور خیلی سطحی میگه بله ارتش هم میتونه دست به کودتا بزنه، ولی وقتی به خاطراتش دقت بکنین میفهمید که خودش متوجه شده که واقعا یک کودتا ممکن نیست، چون اول از همه ژنرال های ارتش واقعا آمادگی انجام یک کودتا نداشتن و انتظار داشتن گویا که هایزر این کارو انجام بده نه اونها. اونها این امکان رو نداشتن که جابجایی نیروها رو انجام بدن. هایزر بود که میتونست این کارو انجام بده، بتونه نفت نیروهای نظامی رو تأمین بکنه، و بعد معلوم شد که اتفاقا نمیتونستن پیدا بکنن افرادی که بتونن اون انفجارها تأثیرات نفتی رو به وجود بیارن. اما نهایتا به نتیجه‌ای که رسید این بودش که بله ارتش میتونه یک کودتا رو انجام بده و مثلا نقاط خیلی حساس مثل مجلس دفتر نخست وزیر رو به تصرف خود در بیاره. اما این سوال رو می آورد که خب پس وقت ارتش با کشور میخواد چیکار بکنه، با اقتصاد کشور میخواد چیکار بکنه، و اونجا بود که میفهمیدیم ارتش در موقعیت نیست که واقعا دست به کودتا و بعد کشورداری بزنه. برای همین وقتی هایزر برگشت به آمریکا و پرزیدنت کارتر ازش پرسید که آیا اگه ما می‌خواستیم دست به کودتا، اگه ارتش ایران دست به کودتا می‌زد نیازمند حضور نظامی خود آمریکایی‌ها در داخل ایران بود، و او گفت بله، و بعد کارتر گفت که آیا شما چنین چیزی رو توصیه می‌کنید، هایزر گفت نه من چنین چیزی رو توصیه نمی‌کنم. پس نهایت نتیجه‌گیری که هایزر کرد این بودش که سیاست انجام کودتا در ایران واقعا سیاست بیهوده‌ای بود و به جای راه به جایی نمی‌برد. مشخصه چرا دو روز پس از ورود آیت الله خمینی رو برای خروج از ایران انتخاب می‌کنه؟ من فکر میکنم که اساساً او احساس میکنه که توصیه هایی که ازش انتظار میرفت رو داد، و بعد در این حال خیلی آمریکایی ها داشتن از کشور خارج میشدن، دیگه دلیل هم نداشت او بیشتر از این در ایران بمونه. به هر حال هم براش هم یه خطر امنیتی میبود اگر میمود. هدف او از این مأموریت این بود که کارش رو انجام بده و مخفیانه در ایران بمونه، و احساس کرد که مأموریتش هم تکمیل شده. شما سالهاست دارید در تاریخ ایران غور میکنید و جنبه های مختلفش رو میبینید. اگر شما میتونستید پیش بینی کنید، فکر میکنید هایزر ایران نمیومد چه اتفاقی میافتاد؟ من واقعا فکر نمیکنم که فرقی میکرد، برای اینکه واقعا اون سیاستی که مبنا قرار گرفت اون سیاست توصیه شده سولیوان بود. سولیوان نظرش این بود که کودتا واقعا غیر ممکن بود. او به نتیجه رسید که در پایان سال 57 واقعا ارتش قدرتی نداشت، چون خیلی ارتش رو ترک کرده بودند، خیلی فرار کرده بودند، دیسیپلین وجود نداشت و قدرت و ظرفیتی در ارتش نبود که بخواد کودتا بکنه. او خودش در این گزارش گفته بود که شما نمیتونید ارتش انتظار داشته باشین که به روی اقوام و فامیلای خودشون آتش باز بکنن. بر همین اساس کلا گزینه ارتش رو کنار گذاشته بود، و این خیلی برای برژنسکی مشاور امنیت ملی کارتر سخت بود که این رو قبول کنه. حتی برای هایزر هم سخت بود این چیز رو بپذیره، برای اینکه اصلا وظیفه، اصلا دیدگاه و ذهنیت هایزر این بودش که ارتش اون قدرت رو داره که اگه لازم باشه دست به کودتا بزنه. برای همین الان وقتی نگاه میکنیم به اوضاع، اون چه که من بهش دست پیدا کردم و فهمیدم اینه که توصیه های سولیوان واقعا واقع بینانه ترین توصیه هایی بود که میشد با آمریکا بشه. متاسفانه در واشنگتن خیلی این را قبول نکردن و خیلی از سولیوان عصبانی شدن که این توصیه ها رو میداد. فکر میکردن که صداقت نداره در توصیه هاش، و حتی
بهش طوری نگاه میکردن که انگار کسی هستش که داره تخطی میکنه از وظایفی که یک سفیر باید انجام بده و داره کار خودسرانه میکنه و او هم احساس میکرد که دستورهای خیلی عملی از واشنگتن دریافت نمیکرد و در نهایت اون وظیفه او بود که توصیه بکنه که آمریکا چیکار بخواد در ایران انجام بده و در نهایت اون هم به شکل خیلی دست با شکسته سیاست آمریکا در ایران شد. اما اگه واقعا قرار بود این سیاست به طور سیستماتیک در ایران اجرا بشه، اون موقع شاید میتونست یک دوران گذار راحتی رو داشتیم، ولی به هر حال یکی از توصیه هایی که سالیوان در همون زمان کرد این هستش که کارتر باید یک هیئتی رو از واشنگتن به تهران بفرسته تا مستقیما با خمینی تماس بگیرن با تمام هواداران خمینی صحبت بکنن تا اینکه بخوان از طریق بازرگان به طور غیر مستقیم با خمینی ارتباط برقرار بکنن و این هم همون خطی بودش که برزنسکی اینا هم داشتن. سپاسگزارم اروان دابراهامیان، مورخ تاریخ معاصر ایران همراه ما. پس از انقلاب اسلامی جامعه ایران دستخوش تحولات زیادی شد. بسیاری کوله بارشون رو بستن و از وطن رفتن. عده‌ای دیگه خانه نشین شدن و عده‌ای هم فرصت حضور در جامعه رو پیدا کردن. در آستانه دهه پنجم انقلاب ایران به سراغ افراد مختلف رفتیم تا ببینیم برای اونها انقلاب چه معنایی داشته. امشب شبنم طلوعی، بازیگر تئاتر و سینما که ساکن پاریس است، از روزهای پس از انقلاب میگوید. روزهایی که پدرش به خاطر اعتقاداتش بیکار شد و مادرش با خیاطی بار اقتصادی خانواده را به دوش کشید. گفتگوی پوریا ماهرویان رو با او ببینیم. من شبنم طلوعی هستم، کارگردان و بازیگر. بعد از اینکه در ایران دیگه بهم اجازه کار ندادن، در سال 83 از ایران خارج شدم و از اون موقع در فرانسه در پاریس کار و زندگی میکنم. خانم طلوعی، اینجا یک سری عکسه که خیلیاش مال دور و بر انقلابه. اگه بخواید یکی از این عکس‌ها رو انتخاب کنید که بگین داستان زندگی شما و تأثیری که انقلاب رو زندگی شما گذاشت، کدوم انتخاب میکنید؟ من به طور ویژه این عکسی که این وسط هست به خاطر اینکه این عکس درست در 23 بهمن 57 فردای روز انقلاب گرفته شده. پدر من اینجا 39 سالشه، سرهنگ دوی ارتش بود، هنوز نمیدونه که قراره چند روز دیگه اعلام بکنن که باید افسرها بیان اسلحه هاشون رو پس بدن و بعد به دلیل باهایی بودن قراره که چند ماه بعد بدونه که حقوقش برای ابد قطع میشه. مادر من اینجا هنوز نمیدونه که قراره واقعا از چندین ماه بعد، با اینکه معماری داخلی خونده ولی شروع کنه به خیاطی کردن برای سالیان سال برای مردم. و پدرم شروع کرد بعد از چند ماه میرفت گرامر انگلیسی درس میداد به بچه ها. با اینکه پدرتون جوان بودن ولی هیچ موقع نتونستن برگردن به ارتش و کار کنن. پدر من یکی از شاگردانش آقای صیاد شیرازی بودن، خیلی پدر منو دوست داشتن. عراق وقتی که به ایران حمله کرد، ایشون برای پدر من پیغام دادن که بیاد و حضورش حضور مغتنمی بود برای اینکه نقشه خوانی و در واقع تاکتیک جنگ. گفتن فقط تو باید بیای بگی من باهایی نیستم. پدرم گفت من با کمال میل میخوام خدمت بکنم، ولی من باهایی هستم. منو اگه همینجوری که هستم میپذیرید، خب دلم میخواد که یه کاری بکنم برای کشور. و گفتن که نمیشه. خب طبیعتاً روی من به عنوان بچه اینا خیلی تأثیر داشته دیگه، برای اینکه خانواده در فشار شدید مالی بود، در نگرانی همیشگی بود برای بیکاری، برای نگرانی برای موقعیت پدر من، برای شرایطی که زندگی میکردیم. اخراجای پی در پی از مدرسه به دلیل باهایی بودن. مادرم یه شب داشت آهسته به پدرم میگفت خدا کنه امشب هیچ کدوممون مریض نشیم، برای اینکه توی خونه فقط یه اسکناس 10 تومانی داریم. عکس دیگه هستش که بخواین یک داستان دیگه بگین که باز از تاثیرات انقلاب و پیامدهای پس از اون باشه. یه عکس اینجا هست، ببینید، این منم و این پسرخاله منه. تمام خانواده مادری من مسلمانن. پسرخاله من وقتی که دانشجو بود خودش تصمیم گرفت به عنوان داوطلب بره به جبهه و در شلمچه در عملیات کربلای 5 شهید شد و پیکرش رو درست چند روز قبل از تولد 20 سالگیش آوردن تحویل مادرش دادن. با توجه به پیش زمینه خانوادگی که شما داشتین و همین داستانایی که برامون تعریف کردین، وارد حرفه بازیگری شدین. چرا؟
من در مرکز فیلمسازی درس خوندم، مدرک من رو نمیداد رئیس مرکز فیلمسازی و بعد به من یه وعده ملاقات داد. وقتی رفتم در دفتر ایشون، ایشون به من گفت من شنیدم که تو بهایی هستی، مدرکت رو بهت میدم، امضا میکنم، ولی تو هرگز در این مملکت نمیتونی فیلم بسازی، چون من درس فیلمسازی خونده بودم. و این اتفاق باعث شد که من بیام و وارد بازیگری بشم. خب از تئاتر شروع کردم و بعد بهم در سینما و تلویزیون پیشنهاد کار شد. من 10 سال به طور حرفه‌ای کار کردم، 5 بار جایزه گرفتم در تئاتر، تا اینکه در سریالی به نام بدون شهر بازی می‌کردم. سریال پر مخاطبی بود، من تازه به اون مجموعه وارد شده بودم با 2 بازیگر دیگه و حراست فرمی رو داد که من ببینن که واقعا باورم چی هست و طبیعتاً من راست گفتم. و خب بعد از 2 سال واقعا گرفتاری و برو بیا و دردسر نپذیرفتند. متاسفانه کاری که عشقم بود، زندگیم بود، یعنی بی اغراق شبانه روز من در فضای مخصوصا تئاتر میگذشت، خونه من بود اونجا، مجبور شدم از همه چی خداحافظی بکنم و یه روزی بارمو ببندم یه شبی و سوار هواپیماشم بیام پاریس. یادم تمام هواپیما من گریه کردم تا رسیدم به فرانسه و بعد از یک دوره شدید افسردگی دوباره رو پای خودم وایستم و کاری که دوست داشتم و توی مملکت غریب شروع کنم، از ابتدا دوباره شروع کردم و انجام دادم. پوریا ماهرویان با شبنم طلویی بازیگر صحبت میکرد. اما در روزنامه های 14 بهمن ماه 57 نشان زیادی از این بحث هایی که امروز در برنامه شنیدید مطرح نبود. دولت بختیار سر کار بود و آقای خمینی تازه به ایران رسیده بود. تاکید میکرد که با دولت مذاکره نمیکنه. مسئول بهنود و مریم افشنگ مطبوعات اون روز رو ورق میزنن و انعکاس وقایع 14 بهمن 57 رو در روزنامه های اصلی اون دوران بررسی میکنن. سلام های بهنود، روزهای انقلابی 14 بهمن روزنامه ها نشون میده که گویا اختلافات بین دولت بختیار و آقای خمینی کم کم داره نمود بیشتری پیدا میکنه. ببینید، روز اومدن آقای خمینی روز پنجشنبه بود و بعد 13 روز جمعه بود، روزنامه ها تعطیل بودند. اگر هم تعطیل نبودن، روزنامه ها اصولا فرصت زیادی پیدا نمیکردن برن پشت صحنه و ملاقاتهایی رو که اون پشت داشت صورت میگرفت که همینطور داشت تعدادش بیشتر میشد و جهتگیریاش بیشتر میشد، اثر میذاشت و اینا، معاملاتی که صورت میگرفت، شروع به اصطلاح رفتن بعضی از نظامی ها در سطوح بالا به نزد روحانیون بود در شهرستان مختلف، مذاکراتی بودش که نه در سطوح خود آقای بختیار و بقیه با نماینده های خمینی صورت میگرفت و اصولا اون پشت خب طبیعتاً شلوغ بود. یه از خواص متوجه بودن که در کشور اتفاقاتی میفته. از جمله این اتفاقات، اتفاقی است که در توی روزنامه ها کیهان به درست دیدش در چاپ اولش و اون این بود که آقای جواد شهرستانی که شهردار بسیار خوبی برای تهران بود، قبلا هم وزیر راه بود و بسیار آدم موفقی بود، ولی خب مشهور بود، همه میدونستن که آقای شهرستانی از خانواده روحانیان برجسته شیعه است و به هر حال آشناست با فرهنگ. این آشنایی باعث شد که در همون روز جمعه آقای شهرستانی با چند نفر از رؤسای شهرداری تهران رفت به دیدن آقای خمینی و آقای خمینی هم او رو منصوب کرد به عنوان شهردار تهران. این اولین حکم بودش که داده شد، در حالی که بختیار سر جاش نشسته بود و هنوز هم هیچ خبری از نوع حکومت وجود نداشت. این بالا داره میگه که ملاقات با بختیار رو در صورتی میپذیرم که استعفا بده و البته میگه که دولت رو هم به زودی معرفی میکنم. یه نکته جالبم برای من تو روزنامه کیهان اینه که تیت زده به نقل از آقای خمینی، دولت ها حق هیچ نظارتی بر رادیو، تلویزیون و مطبوعات رو ندارن. بله، صحبت جالبی. اگه وقتی که بعداً متن اینا از رو نوار پیاده شد، معلوم شدش که بسیاری از این جملات یه جاهاییش در نقل یا تو تیتر برای خلاصه کردن یا هر چیز دیگه حذف می‌شده. مثلا فرض کن وقتی تیتر زده می‌شده که آب و برق مجانیه، مسکن فراوونه، بیاین تهران، از این تیترها فراوون تو روزنامه‌های اون 10 بود که بعداً که می‌رفتیم توش می‌دیدیم یکی گفته که دعوا کرده گفته نگو، یکی گفته یه شرط گذاشته گفته همه آزادن، خانم‌ها هر کاری دلشون خواست بکنن اما رعایت شرع رو بکنن. این اماهای آخر معمولا تو تیتر رو اینا نمیان. بریم سراغ آیندگان. آیندگان هم تیتر زده من دولت تعیین میکنم از طرف آقای خمینی. بله، بعضی از روزنامه ها بیشتر اون خوشش اومده بود اون تیکه ای رو که ایشون گفته بود تو دهن این دولت میزنم.
به خصوص در چاپ دوم روزنامه‌های 12 بهمن این خیلی تیتر جذابی بود برای روزنامه‌های خیلی طرفدار، ولی به حال آیندگان خبری روبرو شده با روزنامه میگه که طرح تشکیل شورای انقلاب بایگانی شد. توجه داشته باشین اون روزها خیلی نباید به روزنامه ایراد بگیریم که چرا یه خبری رو میگن و معکوسشو میگیرن، به خاطر اینکه به همین آشفتگی بود اوضاع. یعنی در عرض یه روز اعلام شد سپاه پاسداران که انقلابی هم در روزنامه ها بوده احتمالاً. عملاً اینطوری بوده، یعنی اینکه روزنامه ها با کدوم یکی از کسایی که تو مدرسه علوی یا رفاه بودن تماس داشتن، از قدس‌زاده میشنیدن یا از آقای بنی صدر میشنیدن یا از آقای دکتر یزدی میشنیدن فرق داشت، یا از دیگران، یا اینکه از زبان بختیار میشنیدن. و به همچنین خبرها گاهی اوقات بودش که امروز میومد فردا تکذیب میشد. در آیندگان هم باز داره از تمایل بختیار به ملاقات با آیت الله خمینی میگه. بریم روزنامه اطلاعات رو ببینیم که آقای خمینی میگه اگر راه مسالمت آمیز نبود اعلام جهاد میکنم. خب این حرف در این روزها یه مابولزایی داشت. گروه های چپ که کم هم نبودن تعدادشون، تو جاهای تو همه روزنامه ها بودند، مدام این به اصطلاح صحنه رو، این کوره رو میدمیدن توش و بیشتر نام های مشهور روشنفکری هم اونجا دیده میشدند که این مطرح میکردن، مثل استدلال که آقای حسن احسان کرد توی مصاحبه ای در این روزها و گفتش که مثل شیلی نشه که آلنده رفت و بعدم یه پینوشه اومد جاش. چرا؟ به خاطر اینکه آلنده قاطع عمل نکرد و بنابراین پیشنهاد این بود که قاطع عمل کنیم و خیلی تندتر از اینها بریم، چون که مصاحبه هم که آقای مومنی با آقای مومنی کرده بود اونم همینطور. فضای کلی به هر حال این بود که در این روزها بیشتر تشویق میشد به تندروی. اصولا کسی این وسط ها نمیگفت خاله خب شاه رفته حالا دیگه بریم تو خونه هامون و اینا، کمتر گفته میشد. نه، آقای خمینی هم گفته دولت فعلی فاسد و غیرقانونی است و باید کنار برود. ممنون آقای بهنود. مریم افشنگ با مسئول بهنود مرور مطبوعات 14 بهمن را انجام میداد. ممنون که با ما همراه بودیم. به همراه جمال‌الدین موسوی براتون اوقات خوشی آرزو میکنم.